داستان آش نخورده دهان سوخته. خب امروز چی کار دارم که باید انجام بدم؟ اول باید به گلاب بابا پس چرا هر روز هست و امروز نیسته؟ خرسی جان چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چی نیست؟ همون دیگه، همیشه همینجا کنار تختم بود. خب. ولی الان نیست که نیست. خرسی قشنگم، آروم باش. قشنگ به من بگو داری دنبال چی میگردی؟ باشه؟ دارم دنبال توپم میگردم. توپ قشنگ و قلقلی که براش میخوندم. یه توپ دارم قلقلیه. خب پس تو داری دنبال توپت میگردی؟ بله. مگه سر جاش نیست؟ نه دیگه ترمی جونم، همه جلو گشتم ولی نیست. میگم ترمی، بله، نکنه قلقل خورده و رفته؟ نه شاید من اومدم و من اومدم به پیشملخان سلام کنیم. سلام پیشملخان. سلام. ببینم خرسی، تو چرا سلام نمی کنی؟ چرا اصلا ناراحتی؟ غمگینی؟ سلام پیشملخان. خرسی توپشو گم کرده، به خاطر همین یکم ناراحتی. آره گم کرده؟ کجا داشتی بازی میکردی ها؟ من که بازی نمیکردم، همینجا کنار تختم بود ولی الان نیست. پس بگو یکی اونو برداشته. چی میگی پیشملخان؟ چی مثلا؟ آره راست میگی، حتما اطلس اونو برداشته. آره من کارو خودشه. نه خرسی جونم، اطلس اصلا این کارو نمی کنه. تو شاید اشتباه می کنی. ببخشینا، خیلی ببخشین ترم خانوم، خرسی جونم اشتباه نمی کنه. باله. جز اطلس که کسی نیست اون توپو برداره. کار خودشه. من همیشه می دونستم که اون توپ قلقلی منو بر می داره، چون می گفت خیلی قشنگه. راست میگی؟ آخ. خب اشکالی نداره که تو هم یه چیزی رو که این اطلس دوست داره مال خودشه بردار و برو مال خودت. نه خرسی جان، میخوای بیام و بیشتر بگردیم؟ شاید پیداش کنیم. نه بابا فایده نداره. نه خیلی پیدا نمیشه. فایده نداره، من همه جا رو گشتم. حالا منم میدونم باش چی کار کنم. میخوای چی کار کنی؟ رنگ قشنگی داشته، وقتی خوابیده بودم یکی اونو برداشته. میدونم کار کی بود، دیگه دوستش ندارم. هرچی رو که دوست داره میرم و برمیدارم. خوب نیست اگه بفهمی که اشتباه میکردی. خوب اینه که دوباره همه جا رو بگردی. اون توپ رنگ و رنگ و گشتم و پیدا نشد. من میدونم که اطلس توپمو با خودش برد. نمیدونم آقا چرا این گل کرد. من دفتر نقاشیمو خیلی دوست داشتم، دوست گلی نقاشی کشیده بودم. اطلس جونم، عروسک قشنگم،
خواهش میکنم اینقدر ناراحت نباش. باشه. آره دیگه بابا قصه نخور کرم جون. یه دفتر دیگه که خیلی هم خوشگل باشه واسهت میخره. اگرم نخرید خودم برات یه دفتر خوشگل تر میخرم. نمیخوام. آخه خرسی چرا این کارو کرد؟ ای بابا چون که فکر میکرد تو توپشو برداشتیم. ولی من که این کارو نکردم که. من که بی اجازه کسی چیزی بر نمیدارم که. بچه ها سلام. چی شده؟ صداتون تا آسمون میاد. سلام خاله ستاره. سلام خاله ستاره. خاله ستاره جان نگاه کنین خرسی دفتر نقاشی منو برداشته. خرسی چه کار کرده؟ بابا آخه برای چی؟ چون که بابا خاله ستاره اون فکر میکرد که اطلس خب توپشو برداشته. همین. نه من میدونم اطلس این کارو نمیکنه. میدونم. حالا خرسی خودش کجاست؟ رفته یه جای قایم شده خاله ستاره. چرا؟ اون باید بیاد و حتما از اطلس معذرت خواهی کنه. میاو. میدونین خرسی نازنازیه. خب نیست که خجالتیه. رفته قایم شده. نه خیرم. خرسی رفته چون یادش اومده که توپشو تو کمد گذاشته بوده. وای. پس اینطور جریان اطلس شده آش نخورده و دهن سوخته. طفلکی اطلس. آش جان کجا آش میدن خاله ستاره؟ کجا آش میدن؟ پیشمل خان. این یه ضرب المثل قدیمیه. ما ضرب المثل؟ الان این مسئله که شما گفتین یعنی چی؟ بله. داستان اون مثل ماجرای امروز خرسی و اطلسه. یه روزی تو روزگار قدیم. یک شهر قشنگ یه مرد تاجری بود، زن این مرد زرنگ آشپز ماهری بود. تاجر قصه ما اوس مراد و شهرتش، توی شهر نمونه بود کار و بار و همتش. آش میپخت هاجر خانوم رشته و کشک آش دوغ، همه جا پیچیده بود تعریفش راست یا دروغ. هر کسی به هر دلیل میومد پیش مراد، واسه دست پخت زنش هی بهش وعده میداد. اوس مراد شاگردی داشت اسم اون بود اردشیر. اون فقط صبحا میخورد گرد و بانون و پنیر. اردشیر بود پسری باهوش و خجالتی، خونه اوستاش نمیرفت که نباشه زحمتی. یه روز سرد بارونی که اون به حجره پا گذاشت، تا شب تو حجره تنها بود از اوستاشم خبر نداشت. شب گذشت و فردا شد دلنگرون شد اردشیر، پیش خودش میگفت برو از خونشون خبر بگیر. یعنی کجاست اوستای من؟ دل نگرونشم خدا. حالا باید چی کار کنم؟ چند روز نیستشی برا. شاید دوستم مریض شده یا شایدم رفته سفر. الان میرم به خونشون تا بگیرم ازش خبر. با
درد دندونی که داشت به خونه مراد رسید. یه دندون خراب اون دردی گرفته بود شدید. کنار اوستا که نشست برای اون شد آشکار. اوستا دراز کشیده بود زار و مریض و حال ندار. آشنا خوده بالا سرش حکیم باشی یه نسخه داد با دل هره. بردشیر گفت که باید داروشو تا ظهر بخوره. اون هم سوار خر شد و رفت و رسید به عطاری. برای اوستای خودش دست میزدون به هر کاری. جونم وقتی که برگشت اردشیر خورشید ظهر تابیده بود. هاجر خانوم گفت که بمون وقت نهار رسیده بود. آشی نصیبش شده بود از گردش این زمونه. میخواست بره که اردشیر نهار اونجا نمونه. آی دندونم آی دندونم از درد بریده امونم. باید بهونه بیارم نباید اینجا بمونم. دستی گذاشت رو صورتش شاگرد خوب قصمون. نگاهی کرد یواشکی اوستا مراد مهربون. سر مگه مجبوری خب آشی که داغه بخوری؟ باید یکم صبر بکنی آخه میسوزی اینجوری. هاجر خانوم با خنده ای نگاهی کرد به ظرف آش. یه قاشقم نخورده بود از درد سخت دندونا. ستاره بود های خاله ستاره بود. قصه رو شید و گفت و رفت. باز بر میگرده خیلی زود. باز بر میگرده خیلی زود.